الحمد لله رب العالمين الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين برادران عزيز وگرامی خدای مهربان اخلاص های ما و شما را محبت های ما و شما را به دین خدا زیاد بگرداند و الله مهربان از محبت ذات خودش از محبت حبیبش از محبت دینش همیشه ما را برخوردار بگرداند و خدای مهربان برای ما توفیق عطا کند که تا از بندگی الله مهربان اجرا کرده توانیم از الله مهربان خواهانی او هستیم که خدای مهربان برای ما چنان توفیقیت چنان عمر نصیب گردان که همراه خودمان یک دست آویزی به خانه قبر برده توانیم خدای مهربان دعای ما همین است که محبت پیامبرت محبت اصحاب او محبت آن کسانی که محبت تو را داشتند خدایا در دلهای ما به همیشگی نگه بدار الله مهربان تمام برادرانی که از ما در غربت هستند در غریبی هستند خدایا کاراشون در برار و برکت ده خدایا همه ای مشکلات ها و سختی ها را بلای سرشان دور بگردان. خدایا این تاجیکستان عزیز ما را، این تاجیکستان محبوب ما را. خدایا آباد بگردان، زیباش بگردان. خدایا چقدر امکانات و شرایط های خوبه برای این دیار ما، برای این ملت ما، الله مهربان نصیب بگردان. امروزها که در آبادی در پیشرفت این ملک ما از کمک ها و از دست یاری بسیاری بندگان دیده می شود خداوند همگان شونه در پناه رحمت و عصمت نگهبان باش محبت ها مونه مایل ها مونه اخلاص ها مونه خدای بسوی دینت زیاد بگردان برادران عزیز و گرامی من در یک دقیقه های اندک یک صحنه ای را یک نشستی را که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همراهی اصحابش داشت علی خصوص همراهی چهاریارش داشت که با آنها چی یک صحبت با لذت چی یک صحبت زیبایی را انجام داد که خدای مهربان رحمت کند ابن حجر عسقلانی را که این شخصیت بسیار شخصیت معروف و مشهور در عالم اسلام که این حضرت اصلا علی ابن محمد است با جناب ابن حجر عسقلانی معروف و مشهور هست که این گویم جایی تولدش همون عسقلان هست که این بنده خوبی خدا پیروی از مذهب امام شافعی دارد و بسیار عنوانهای بزرگم دارد این مردک محدث هست این آدم عالم است حتی عنوان شیخ الاسلام دارد حافظ امیر المؤمنین در حدیث مفسر است مؤرخ است فقیه است این ابن حجر عسقلانی است
برادران عزیز و گرامی، کتاب های خیلی زیاده، حتی جلال الدین سیوطی میگد عدد کتاب های نوشته جناب ابن حجر عسقلانی تا 200 و حتی تا 270 هم میرسد، که کتاب های مشهور ایشان یکی از اونها فتح الباری است که این شرح صحیح بخاری است، همچون بلوغ المرام، همچون لسان المیزان، تهذیب و تهذیب، که اینها از کتاب های مشهور جناب ابن حجر عسقلانی هستند. اینجا همین حضرت یک مسئله را، یک همون مصاحبه را بگیم، یک نشستی را که با ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حتی اینجا در حتی جناب ابی ذر غفاری هم میگد شرکت داشت، یک صحبت بین خود داشتن، که حتی در این صحبت برادرای عزیز این قصد صحبت با لذتی بود که جناب ابن حجر عسقلانی میگد حتی جبرائیل هم آمد شریک شد و حتی بعد جبرائیل آن چیزی را که از خودم ابراز کرد حتی با از نزد خدای مهربانم برای این محفل گویم بسیار یک مصلحت زیبای دیگری رم آورد. یعنی گویم این بسیار شنیدنی است برادر عزیز، خوب گوش کنین، بنده خدا اینها را جمع کرده است تا ما از اینها بهره برداریم، گوش اندازیم تا به اینها پایبند شیم و میل و محبت من با دین خدا زیاد شود. این چی محفل باشد که حتی جبرائیل هم آمده در این محفل یا در این مصاحبه آمده اشتراک کرده. برادر عزیز، آورده است ابن حجر عسقلانی که پیامبر نازنین من گفته بود است حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب و النساء و جعلت قرة عین فی الصلاة. ابن حجر عسقلانی گفتن، پیامبر نازنین گفتن که در بین امو اصحابش، در بین نفرهایی که من قبلا گفتم، گفتن میدانین که من از همین دنیای شما، یعنی حضرت هیچگاه به این دنیا میل نداشتم، هیچگاه در این دنیا گویم برادر عزیز دل داده نبودم. بین حتی از سخنش که من دنیا کم، از دنیای شما، زیرا الله مهربان گفته بودش ولل آخرت خیر لک من الاولى ای محمد صلی الله علیه و سلم، آخرت برای تو از این دنیا بهتر است. از این لحاظ میگه من از این دنیای شما سه چیز را دوست میدارم. برادر عزیز، وقتی پیامبر نازنین چیزی را که دوست داشت، دوست داشتن اونم وظیفه ما و شما ضرور هست که ما هم باید دوست داریم. یکم چی گفتن؟ الطیب، دوست میدارم که امت من بوی خوش کند. برادر عزیز، امت من بوی خوش داشته باشد، یعنی از خوشبویی ها استفاده کند. امت من گویم خواه زن باشد، خواه مرد باشد، چقدر آلوفته باشد، چقدر تازه باشد، چی در لباس پوشیش، بینید، چی در خانداریش، چی در مثال خوراکخوریش، در هر کاری که نباشد، پیامبر گرامی میگه دوست میدارم که امت من چی باشد؟ امت من تازه باشد، آلوفته باشد، خوشبوی باشد. برادر عزیز، نگاه، بسیاری اصحاب پیامبر وقتی در کوچه می برآمدن، یکی بوی خوش که به مشامشان میزد، میگفت از همین کوچه پیامبر گذر کردگی است، که حتی بوی خوشش کوچه را برادر عزیز فرا می گرفت. و همچنان بسیار حضرت آدمی آلوفته بودن خودش، بسیار انسانی تازه بودن. برای همین بود که میگفت ان الله جمیل یحب الجمال، خدا زیبا های زیبا ها را دوست میدارد. ان الله نظیف یحب النظاف، خدا پاکی پاکا را دوست میدارد. چقدر شما تازه باشین، چقدر آلوفته باشین، چقدر شما در خدا تان اهمیت بدین،
همه این معنای همه را دارد که پیامبر ما از ما همین عمل دوست می دارد. که ما باید تازه باشیم. ما باید پاکیزه باشیم. این یکی از چیزهایی بود که حضرت گفت من دوست می دارم که خوشبوی باشم و همچنان امت من خوشبوی باشم. برای همین است که هر هفته بین حبیبی خدا میگه باید حتما شما در هفته مقصد شما باید یک بار یا دو بار کلی بدنهاتون با صابون تازه کنید. این روز الحمدلله که امکانیت با زیادتر است، ما باید زیادتر خدا ما در اهمیتی نگذاریم که لباس های ما بویناک باشد، نگذاریم که بدن های ما بویناک باشد. شما میدونین حتی عبارای فقهی دارین و فی ثیاب البزله، کسی با لباسی که چرک است بویناک است نماز خوانه نمازش کراهیت داره. یکم چیزی را که حضرت گفت دوست میدارم گفت این خوشبویی است. دویم و نساء دوست میدارم زن را، زن را برادرای عزیز پیامبر نازنین ما دوست میدارن. ولی من قبلا یک برنامه داشتم برای خاطری که همین زندگی زنها را ویران میکنن یا مردک ها زنهاشون را احترام نمیکنن، پیامبر ابین میگه دوست میدارم زن را. وقتی حضرت پیامبر مون پرسیدن از همه بیشتر کی را دوست میداری برادرا؟ ولی امروز اکه گویا که ما آر میکنیم و گویا که ما مثال اکه مردکیم و گویا که اکه ما هیبت داریم و غیرت داریم و در پیش یک دیگر این چیزها را گفتن برای ما عیب است. این پیامبر مکتب غیرت و مکتب جسارت و همه این مکتب بگیم رهبر این مکتب ها بود. ولی چی گفت؟ وقتی گفتن از همه بیشتر کی را دوست میداری؟ گفت زن عایشه را دوست میدارم. گفتن حضرت مقصد ما ای مردکا بود. گفت پدری عایشه را دوست میدارم. یعنی وقتی من گویم که زن ما دوست میدارم، برادرای عزیز این معلوم شد که پیروی از پیامبرم هست. که بسیاری، ولی من در برنامه پیشتر قید کردم، بسیاری از خانواده های ما را نمیفارد که من گویم که زن ما دوست میدارم. یا می ترسم که اگر در پیش کلانتران بگم که من زن ما دوست میدارم. حالا که پیامبر بین از هیچ کس نترسید. چیزی که مسئول بود گفت که من عایشه را دوست میدارم. دویم چیزی که برادرای عزیز و گرامی پیامبر گفت من دوست میدارم این زن است. زنها تونه برادر عزیز دوست بداره. زنها تونه برادر عزیز احترام کنی. زیرا پیامبر دوست میداشت. پیامبر احترام میکرد. سیوم و جعلت قررت و عینی فی سلات. دیگه چی بود؟ سیوم چیزی که دوست میدارم همیشه گوهرک چشمم فدای نماز. برادر عزیز یعنی همیشه در داخل نماز استادن دستکام و بندم بین طریق خشوع و تضرم در پیشگاه خالقم گذارم و الله مهربان و عبادت کنم، در پیشکش راست ایستم، الله مهربان و تعریف کنم، رکوع کنم، سجده کنم. حتی میگه گوهر چشمم، نور چشمم فدای نماز باد. سه چیز را حضرت در بین اصحابش گفت دوست می‌دارم. فراموش نکنید، یکی خوشبویی، پاکیزگی، تازگی. دو، دوست می‌دارم خانوم ما دوست می‌دارم، زن ما دوست می‌دارم، اصلا مادر را دوست می‌دارم، زن را دوست می‌دارم. نه به خاطر شهوت چرانی، بلکه به خاطر که اینها بگم یک نقش مهمی در جامعه ما دارند. سه، دوست می‌دارم که همیشه پایبند نماز باشم، همیشه در پیشگاه خالقم آفریدگارم دستان بستگی و او را اطاعت عبادت کنم. پس معلوم شد که سه چیزی را که حضرت دوست داشت ما هم دوست بداریم. بعد از آن پیامبر پرسید از ابوبکر، ابوبکر تو چی را دوست می‌داری؟ جناب ابوبکر چی گفت؟ برادر عزیز جناب ابوبکر گفتن
حبی به ایلی من دنیا سلاس. حضرت گفتن چگونه ای که شما سه چیز را دوست داشتین، منم سه چیز را دوست می دارم. یک، ان نظر و ایلی وجه رسول الله. دو، و انفاق و مالی علی رسول الله. سه، و ان یکون ابنتی تحت رسول الله. برادر عزیز، ابوبکر صدیق بینین، آخی صدیق بود. این حقیقتا بهترینی بهترینی بنده خدا بعد رسول الله که عقیده ما و شما اهل سنت همین است، این ابوبکر صدیق است. این حقیقتا صدیق بود، حقیقتا این یاری غار بود، حقیقتا این محبوبیت داشت. بین حضرت چی میگن؟ حضرت چی را دوست میداری؟ یکم، میخوام همیشه در یکم چهره ای زیبای طرف زیاد تماشا کنم. یعنی هیچ گاه نمیخوام که چشم از نگاه نظری تو کندگی باشد. دوست میدارم که در چهره زیبای تو نگاه کنم. دویم، دوست میدارم که هرچی از مالی که جمع کردم و پسنداز دارم برای نصرت دین تو ای پیامبر گرامی همشه فدای جان تو کنم، همشه فدای دین تو کنم. سه، دوست میدارم که دختر من عایشه در نکاح تو باشد. برادر عزیز، به هر سه آنچه که دوست میداشت ابوبکر صدیق موفق شدن. خوش به حالشون برادر عزیز، چی محبوبیت داشتن، چی قدر جان فدایی داشتن، چی بنده های خوشبختی بودن که حیاتشون با پیامبر گرامی سپری کردن. خسور پیامبر، ببینید پیامبر نازنین دخترش ابوبکر صدیق، دختر عایشه، دختر ابوبکر صدیق عایشه را دوست می‌داشتن. ببینید پیامبر عایشه را دوست می‌دارد. امروز ما برادرای عزیز خلاف راه پیامبر رفتیم. ولی بسیاری هم یک زن میگه مرا زنگ زد، گفتم مردکم فقط میگه که زن دوم و سوم گرفتن سنت پیامبر ای. من بر او گفتم احترام من سنت پیامبر نیست؟ آیا مقصد تأمین خانواده تا خوب کردن سنت پیامبر نیست؟ آیا با زبان شیرین قطیما صحبت کردن سنت پیامبر نیست؟ آیا پدر و مادر مرا یک همچون به حیث مهمان فیرات کنی در خانه احترام شو کنی این سنت پیامبر نیست؟ فقط همین زنی دویم سنت پیامبر هست. گفتم آفرین به شما، آفرین به همین زنهایی که با سوادن، زنهایی که مقصد دانش دارین، خواندگی این، تعلیم دارین، آفرین به شما. این گپی شما گفتم بی‌نهایت گپی بلند است، بی‌نهایت گپی بلند است. ولی من در بسیاری از موضوع میگم که وقتی ما دعوا میکنیم سنت پیامبر میگیم، محبوبیت ما به سوی پیامبر مثال داییم، زم میکنیم که ما پیامبر ای جان مونده دوست میداریم، میدونی که پیامبر چی در زندگی با عایشه چی خیل بود؟ بین ما یک اندککشه از کتاب احیاء العلوم امام غزالی میگد که پیامبر میگد صلی الله علیه و سلم هرگاهی که طعام خوردن میشید عایشه را دعوت میکرد، به عایشه طعام نمیخورد. وقتی لبی دسترخوان می نشست حتما در کنارش عایشه را میشینند. شما کردارای حضرت با کردارای خودتون موافق کنید. سه، میگه وقتی عایشه یگان استخوان میگرفت میخوای گوشتاش در زمین میمون، پیامبرمون همون را میگرفت دوام میداد. عایشه مادر ما میگه پاش حضرت دراز میکرد و سرش میگه در پیش بر من میموند و خواب میکرد. این بود زندگی پیامبر نازنین با عایشه. این برادرای عزیز، این معنای چی را، این کارهای پیامبر همش به خاطر هوا و هوسش نبود. قرآن میگه و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. چیزی که پیامبر کرد همش از آسمان، از نزد الله مهربان فرمایش میشد. برای این سه چیزم ابوبکر صدیق دوست داشتند. ما با میگردیم تکرار، پیامبر خوشبویی را دوست میداشتند، زنشان را دوست میداشتند، نماز را دوست میداشتند. از ابوبکر پرسیدند تو چی را دوست میداری؟ گفت یک،
همیشه در جمال زیبای تو نگاه کردن، دو مال ما برای نصرت دین تو صرف کردن، سه دخترم عایشه در نکاحت باشد. بعد از آن به عمر مراجعه کردن، عمر تو چی را دوست می‌داری؟ حضرت عمر چی گفتن؟ خب گفتن راست گفتی ای پیامبر نازنین، آن چیز شما دوست می‌داری و راست گفتی برادرم ابوبکر صدیق. منم گفتن از این دنیا حب به الی من الدنیا ثلاث، منم سه چیز را دوست می‌دارم: یک الامر بالمعروف، دو و نهی عن المنکر، سه و ثوب الخلیق. برادرای عزیز، حضرت عمر چی را دوست می‌داشتن؟ یکم امر به معروف را دوست می‌دارم، یعنی در کجایی که نشینم می‌خواهم که مردم را به سوی نیکی دعوت کنم. امر معروف یعنی به نیکی دعوت کردن، امر معروف. دو نهی منکر، دویم چیزی که دوست می‌دارم از آن چیزی که خدا بندگان شمن کرده است می‌خواهم به گوش بندگان خدا رسانم که خالق شما، رازق شما همین کاری که تو کردی همین را من کردگی است. سه پوشیدن لباس هایی که بسیار عادی هستند، خاک سارانه هستند، دوست می‌دارم که لباسم از همین باشد. خدای مهربان از جناب عمرم راضی باشد. عمرم برادرای عزیز در بین چهاریار پیامبر بسیار خدمت های عالی کردگی هستند، بسیار خدمت های کلانی را انجام دادگی هستند. در دوام قریب همون 10 سال بیشتر خلافتش بی نهایت ای شکست امپریه های بزرگ، چی امپریه فارس و امپریه روم، همه به دست حضرت عمر شد. چقدر آبادی ها، چقدر پیشروی ها، چقدر عدالت در بین مردم، همه از برکات حضرت عمر به برادران عزیز. حضرت دوست داشتن چرا؟ امر معروف، نهی منکر و پوشیدن لباسی خاک سارانه و لباس های بگیم چشم ناگیر. بعد از آن حضرت رو به سوی حضرت عثمان آوردن، عثمان تو چی را دوست می‌داری؟ حضرت عثمان چی گفتن؟ گفتن دوست می‌دارم حب به الی من دنیاست، منم سه چیز را دوست می‌دارم: اشباع الجیعان و کسوت العریان و تلاوت القرآن. حضرت عثمان که مردک غنی بود، مردک ثروتمند بود، مردک مالدار که بود، برادرای عزیز ببین چی گفت: دوست می‌دارم که در کجای یک گرسنه باشد می‌خواهم که شکمش را سیر کنم، دو در کجای یک آدمی بی لباس باشد لباسش پشانم، سه همیشه می‌خواهم که قرآن تلاوت کنم. این جمع آوری قرآن هم در دوره حضرت عثمان شد، قرآن به یک کتاب مکمل تبدیل یافت و در بالای قرآن هم گویم کشته شد. چگونه یک پیامبر نازنین گفت که تو بر آیت فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم در همین آیت میرسی، تو را به قتل میرسانند. همچنان هم حالی میگدم و قرآن عثمانیه که الله دانست در لیلینگرد است یا در تشکینت است، میگه در بالای همون آیت خون حضرت عثمان ریختگی است. حضرت عثمان بسیار عاشق قرآن بودن، هم کتابش کرد و هم همیشه تلاوتش میکرد. او سه چیز را دوست میدارم: گرسنه ها را شکمش را سیر کنم، نفرهای بی لباس را لباس پشانم و سه همیشه قرآن بخوانم. برادرای عزیز وقتی من در ابتدا گفتم سنت رسول الله را باید ما دوست بداریم، سنت های چهاریارش هم باید دوست بداریم. پیامبر و عز و علیه بین نواجیز گفتند سنت های چهاریاری من را با دندان ها تان بداره، یعنی همیشه با سنت های چهاریاری من باشه. خوش به حال ثروتمندای ما که بین پیروی ای حضرت عثمان میکنند. برادرها باور کنین در زمانی که حضرت عثمان حیات بود، میگه یکی اگر در یک معرکه یک نفری را میپرسیدن میگفتن زن داری؟ میگفت نه ندارم. برای چی نداری؟ خیلی کم ترک امکانیتم نیست. میگه مردم حیران میشید، میگفت چی عثمان در کجا است که این مردک بیزن گشته سای؟
علکه برادرای عزیز، عثمان از زمره نفرهای شد که حتی یک نفر اگر بی لباس میمون میگفتن چی عثمان درک نداره، اگر یک نفر بی خراکه میمون میگو عثمان درک نداره. ای کاش برادرای عزیز شما هم در همون محله های خودتان، در منطقه های خودتان ای زمره کسانیشین که تمام گرسنه ها، تمام بی لباس ها همیشه و همیشه در حق شما دعاگو باشن و شما از حال اونها همیشه خبرگیری کنید. من هم یک قصه به یادم آمد، میگمود میگذرم سخن حضرت علی ده که علی چی را دوست میداشت. میگه یک نفر در یک همسایش تق تق کرد، همسایه برآمد گفت برادر عزیز احتیاجی به 100 سامانی دارم. میگن آمد و 100 سامان برده در دست همسایه داد و گشته آمد و نزد آیلش در نزد خانومش در گریه کرد. زنش گفت خی، گفت همون نداری و چرا مقصد میبراری میتی؟ اینا که دادیش بعد گریه را میگیری؟ یون مقصد خی همین قهینر داری چرا مقصد پولش میتی آخی؟ گریه نکن مقصد. گفته زنه من برای آن گریه نمیکنم که من او را 100 سامان دادم، من برای آن گریه میکنم که من از حال او آگاه نشده، او باید به خانه مرا ناآمده باید من کاری او را بود میکردم، من از حال او باید درکدار میشیدم. اینجا گریه من بر اون است که من از حال او آگاهی پیدا نکردم و او خود خسته برای مراجعت پیش من آمد. بگذار برادرای سرودمند، خدای مهربان شما را مال داده است، شما تید وقتی که میبرین این امکانیت هم آلی مالی عثمان زیاد شویش امی حساب بود که میداد ایسه الله میدادش، زیرا خدا خودش گفته است انفق یونفق بطه میتمد. حضرت عثمان هم این سه چیز را دوست میداشت. به حضرت علی مراجعت کرد، گفت علی تو چی را دوست میداری؟ حضرت علی چی گفتن؟ گفتن حبی به ایله امین دنیا صلاح است، مثل همین برادران من هم سه چیز را دوست میدارم. یکم الخدمت للضیف و صوم فی الصیف و ضرب بالسیف. حضرت علی برادرای عزیز داماد پیامبر نازنین ما، شوهر حضرت فاطمه، پدر امام حسن امام حسین، ببین حضرت چی میگه؟ میگه یکم دوست میدارم که اگر یک مهمان خانم بیاد برای مهمان خدمت کنم، ببین برای مهمان خدمت کنم. دو، روزه بدارم در تابستان، زیرا که در تابستان روزه داشتن مشکله، روزه بدارم در تابستان. سه، شمشیر شم میگد گرفته گفت با این شمشیر گفت کار آن دشمنهایی که بر دین تو دشمنی میکنن، به شریعت تو دشمنی میکنن، کار اونها را با این کاردم به انجام برسانم. حضرت هم سه چیز را دوست داشتن. بعد برادران عزیز بعد از آن میگد جناب ابن حجر اسقلانی میگد فبینهما فی ذالک اذ جاء جبرائیل علیه السلام. میگه همین زمان وقتی صحبت های ناکی بود چی آنچه از دوستداریاشون که داشتن، همین زمان میگه بود که جبرائیل نازل شد و قال، بعد جبرائیل به پیامبرمون چی گفت؟ ارسلنی گفت الله تبارک و تعال لما سمع مقالتکم و امرک ان تسألنی اما احبو این کنتو من اهل دنیا. بعد گفت الله مهربان مرا روان کرد ای محمد و از آنچه که در اینجا شما گفتین خب همه اینها گوش کرده شید و خدای مهربان امر کرد که بر محمد بگو که اگر جبرائیل از مردم اهل دنیا میشید چی را دوست میداشت؟ پیامبر ما گفتش جبرائیل برادر اگر تو اهل دنیا میشیدی تو چی را دوست میداشتی؟ جبرائیل چی گفت؟ فقال ما تحب این کنت من اهل دنیا؟ فقال ارشاد الظالین و موانست الغرباء القانتین و معاونت اهل عیال المعصرین. حضرت جبرائیل گفت اگر من از اهل دنیا میشیدم
سه چیز منم دوست می داشتم. یکم، کجای در یک آدمی گمراه است، کجای در یک آدمی بیخبر است، کجای در یک آدمی که مقصد کی بودن و چی بودنی خودش نمی داند، بهری چی آمده است، باید چی کار کند. یعنی یک آدمی گمراه می خواهم که در هدایت او واسطه شوم، در هدایت او سبب شوم. یک. دو، در کجایی که یک آدمی پای با عبادت است، پای با عبادت است ولی غریب است، میخوام که همراه اونها باشم. سه، و دوست میدارم در کجایی که یک آدمی بیچاره و کمبغل و ناتوان است، از مال و از داراگیم اونها را کمک کنم. اینها را جبرائیل دوست داشتن. بعد از آن، و قال جبرائیل علیه السلام یحب رب العزة جل جلاله من عباده سلاس سلاس و خسار. گفت خدای مهربان سه عمل از بندگانش دوست می‌داره. سه عمل از بندگانش دوست می‌داره. یکم، نگاه داشتن امانت. یعنی یک آدمی از سخن پیشت امانت میموند، مال و ملکش امانت میماند، امانت را خیانت نکردن، الله این خصت از بنده‌اش دوست می‌داشت. دویم، والبکا عند الندامه. دویم، گریه را وقتی که در کرداراش پشیمان می‌شود، پیش خداوند گریه میکنه. همین گریه را هم الله دوست می‌داشت. سیوم، و صبر عند الفاقه. سیوم، وقتی که شما در حالت تنگ دستی می‌زنید، در حالت مشکلات میزنین و صبر میکنین، این حالت ده چی هست؟ این حالت ده هم خداوند این گویم عمل ما را، این کردار ما را که صبر هست دوست میداشت است. در یک روایت دیگر دیدم برادرها، اینجا صحبت من تمام میشوند، در یک روایت دیگر دیدم که ابوذر غفاری هم در همون جا بود است. پیامبر از ابوذر هم پرسیدن، ابوذر تو چی را دوست میداری؟ ابوذر چی گفت؟ گفتن که سه چیز را، الجوع و المرض و الموت. دوست میدارم گرسنه باشم، دوست میدارم بیمار باشم، دوست میدارم که در قید امین حیات نباشم. پیامبر گفت که ابوذر برای چی گفت؟ یعنی این چیزایی را که تو دوست میداری، بسیاری از بندگان خدا میگه خدای پناه طلب میکنیم از گرسنگی، از بیماری، از مقصد مردن، تو چرا اینها را دوست می‌داری؟ برادرها، ابوذر غفاری چی گفت؟ گفتن لیوریخ قلبی و یخف ذنبی لألقی ربی. گفتن یکم، این است که وقتی که آدم گرسنه ماند، قلبش بسیار ملایم می‌شود. انسان وقتی بیمار شید، خدا به توفیل بیماری گناهاش را می‌بخشد. و وقتی که از دنیا که دنیا را پدرود گفت، با پروردگارش ملاقات می شود. خدای مهربان، این صحبتی را که من داشتم که یک صحنه بود برادر عزیز، یک لحظه که نشسته که تا جبرائیل آمده در اینجا اشتراک کردن، خدای مهربان بعد شنیدن این صحبت ها و این محبوبیتی که پیامبر نازنین من داشت، اصحاب او داشت، خدایا توفیقی پایبند شدن و نصیب مکن. خدایا ما را از عمره کسانی بگردان که آنچه که اینها دوست داشتن ما هم دوست بداریم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا